به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. آنچه آیت الله موحدی کرمانی درباره دوران پس از آیت الله خامنه ای گفته است. او میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان که خود او نیز عضوی از آن است، هیچ اقدامی نمیتواند در برابر رهبری کنونی انجام بدهد. اما ما، آیت الله موحدی کرمانی و دیگر همراهان او، نگران دوران پس از آیت الله خامنه ای هستند. اظهارات او پرسش‌های بسیاری را در میان گردانندگان جمهوری اسلامی و نیز در سطح جامعه پدید آورده است. آیا آیت الله خامنه ای دچار مشکل روزافزون سلامتی شده است؟ چرا آقای موحدی کرمانی به دیگر همراهان و همدستان خود هشدار می‌دهد که به دوران پس از آیت الله خامنه ای بیندیشد؟ و آنچه که آیت الله خامنه ای درباره مذاکرات اتمی گفته است، اظهارات او در این زمینه تفسیرهای گوناگونی در پی داشته. از جمله بسیاری بر این باور هستند که آیت الله خامنه ای با اطلاع از جریان مذاکرات نسبت به آینده آن کاملا نومید شده است و موضوعات و خبرهای دیگر، از جمله اختلال‌های تازه در سیستم بانکی کشور، اختلال‌های تازه که به اختلاس‌های ناچیز چند میلیارد دلاری منجر شده. با من و شما هستند در استودیو آقای عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی، و در نیوجرسی آقای هوشنگ امیراحمدی، تحلیلگر سیاسی. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دوشوکی عزیز سلام به شما. من هم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان خوب تلویزیون شما و همچنین جناب دکتر امیراحمدی سلام عرض میکنم. و آقای امیراحمدی در نیوجرسی که همچنان سرد و برفی است. سلام به شما آقای دوشوکی، به همه بینندگان شما. آقای دوشوکی عزیز، آقای خامنه ای صحبتایی کرده از چند جهت قابل تأمل. درباره آینده مذاکرات اتمی ظاهرا به گفته برخی در تهران هم نومید هست. گفته حتی اگر دیکته بکنن دشمنان، که همچنان این دشمنان از نظر آقای خامنه ای در رأسشون آمریکا هست، دیکته بکنن و ما بپذیریم، بازم تحریم ها لغو نمیشه. درست این حرف یا نه؟ اغراق هست یا نه؟ ناشی از این هستش که سیاست دو پهلو هست که اگر به جایی نرسیدن بگن خب ما برای جلوگیری از خطرات بیشتر بوده. چی هست از نظر شما؟ یکی از بنمایه های اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران که موجودیت و هویت خودش رو تعریف میکنه، استکبار ستیزی به قول خودشون، غرب ستیزی یا امریکا ستیزی است که بر این اساس تونستن توده ها رو حول محور شعارهای
واقعا عوام فریب، حداقل وقتی میگم عوام فریب اون بخش 10% رو میگم که اینا هنوز به دلایل مختلف از طریق تزویر و تهدید و تمتی برای خودشون نگه داشتن. در نتیجه وقتی اگر جمهوری اسلامی با امریکا آشتی بکنه و کنار بیاد، اون وقت اساس اون ستون هویتی جمهوری اسلامی خدشدار میشه و زیر سوال قرار میگیره که شماها تا به حال میگفتید که اساس انقلاب ایران این هست که با استکبار مبارزه کنید، چطور شد که رفتید با استکبار کنار اومدید؟ در نتیجه اون هویت انقلابی خودشون که هنوز هم همه چیز از دادگاه‌های انقلاب گرفته تا حرف و حرکت‌های انقلابی زیر سوال میره. بر همین اساس من فکر کنم بخش‌های از جمهوری اسلامی هستن که میدونن هزینه بسیار سنگینی رو میپردازن و این هزینه به دوش مردم هست، بخصوص در زمینه‌های اقتصادی. اما خود اینها خب همانطور که شما در مقدمه خودتون گفتید میلیاردها دارن دزدی میکنن. کی میگه وضع اقتصاد ایران خرابه؟ خراب هست، اما برای ملت خراب است، برای خودشون که این دزدی های خودشون از 1000 میلیاردی به 10 میلیاردی هم تقلیل نمیدن، چون پول برای خودشون هست. در نتیجه حرف آقای خامنه ای که قبلا هم زده بود و گفته بود که من امیدوار نیستم، اینه که واقعا اگر بنابشه ایران و امریکا آشتی بکنن، این یک آتو بزرگی رو از دست ایران در میاره. و نکته دومم اینه که ایشون بارها به عنوان ولی فقیه، به عنوان نائب امام زمان، که نائب امام زمان میتونه با خود امام زمان هم در ارتباط باشه، اون بصیرتی رو داره که هیچ کس دیگه نداره. وقتی یک ولی فقیه با بصیرت بیاد بگه من امیدوار نیستم، به اینها نمیشه اعتماد کرد، سالها این حرف رو بزنه و بگه که این اثر نمیگیره، یهو بیاد آشتی هسته‌ای بین ایران و امریکا صورت بگیره، خود نشون داده میشه که این بصیرت و حرف ولی فقیه درست نبوده. در نتیجه ولی فقیه میتونه اشتباه بکنه. از این نظر من معتقدم که ایشون نمیخواد و حالا به هر بهانه و بحثی میکنن و نمیخواد و این آشتی هسته‌ای بین ایران و امریکا صورت نمیگیره. و تفسیر شما آیا واقعا چنینه که آقای خامنه‌ای میگه و در اینجا آمریکا که شما در جریان هستید قطعا که پرزیدنت اوباما به خاطر اونچه که مماشات و حکومت ایران نامیده میشه زیر فشار و انتقاد روزافزون مخالفان و منتقدان خودش هست؟ آقای امیر احمدی. بله، عرض کنم که من به شخص فکر میکنم که اوباما با مخالفینش داره بازی پلیس خوب و بد میکنه. اینا هر دو گروه، چه جمهوری‌خواه چه دموکرات، در تحلیل نهایی هدفشون اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن از نظر نظامی و دفاعی. در واقع این جریان مذاکرات هسته‌ای از روز اولش به نظر من جریان خلع سلاح جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی از اون طرف هم من اعتقاد دارم میفهم اینو، اما بین دو وضعیت گرفتار شده. یک انقلاب ایدئولوژیک اسلامی هست که نظام باید اونو از دید خودش حفظ کنه، از اون طرف هم وضعیت زندگی مردمه که به هر حال باید به اون هم برسه و این دوتا متاسفانه در رابطه با مسائلی که با دنیای خارج پیدا کرده جمهوری اسلامی با هم نمیخونه. یعنی یا باید شما اون آرمانهای انقلابی تو بذاری کنار و اون خواستها رو بذاری کنار و اون تفکر و اون حرکتهایی رو که میکنی، رفتارها رو بذاری کنار که بتونی با این امریکا مثلا کنار بیای یا با اسرائیل کنار بیای، یا اینکه نه، باید این رفتارها رو ادامه بدی و به اصطلاح مقاومت بکنی و همون اقتصاد مقاومتی رو به مردم تحمیل کنی و از اون طریق سعی کنی روزگار بزنی. بنابراین جو الان آقای خامنه ای به نظر من بین این دو مشکل گیر کرده که مشکل آرمانهای این نظامه یا تفکر این نظامه، رفتارهای این نظامه و زندگی عادی مردم. یه عده تو تهران میگن که ما به اندازه کافی انقلاب کردیم، ما به اندازه کافی
گفتی هر چی رو باید می‌کردیم حالا بیایم دست برداریم از اون رفت‌ها بریم به طرف اینکه مسائل رو یه ذره راحت‌تر بهتر کنیم. یادم اعتقاد دارن که نه ما این آرمان و این انقلاب نه فقط جهانیه که ابدیه، برای اینکه به اصطلاح اون مبدأش ابدیه که خداست که اون فرستاده اصلی که این کارو کرده و این تفکر رو آورده که حضرت محمد و اسلامش و قرآنش و اینا هستش ابدیان. بنابراین ما کمونیست و سوسیالیست نیستیم که فردا بگیم لنین اشتباه کرد یا مارکس غلط کرد. این یه چیزیه که ابد همینه و همیشه هم درست خواهد بود. پس بنابراین که ما قراره که حکومت اسلامی باشیم این باید ادامه پیدا کنه. بنابراین واقعیت بنابراین که پام خلاصه کنم بین ایران و امریکا یه انقلاب ایدئولوژیک اسلامی نشسته که نه کار رو برای ایران آسون میکنه نه برای امریکا که با هم به توافقی برسن. خیلی کوتاه بفهمید، یعنی پس به نظر شما با توجه به اون چی که در اول گفتید که مخالفین اوباما و اوباما هر دو نقش پلیس خوب و بد بازی میکنن، حالا تا چه اندازه به واقعیت نزدیکی یا نه فعلا بحثشو نمی کنیم، اما با توجه به این موضوع پس بدبینی آقای خامنه ای بجاست از نظر شما؟ ببین آقای خامنه ای از روز اولش هم بدبین بوده، از 20 سال پیشش هم بدبین بوده، هیچ وقت در رابطه با امریکا خوشبین نبوده در رابطه با این مسئله. بله این که نبوده درست، ولی آیا به جا هست، منطقی هست، واقع بینانه هست؟ بله اگر آقای خامنه ای با این فکر رو داره که باید انقلابش رو حفظ بکنه این بدبینی بجاست، حتما بجاست. برای اینکه عرض کردم نمیتونه ایشون هم خدا رو بخواد هم خرما رو، یعنی هم انقلابش رو با اون رفتارهاش بخواد تو سوریه بود. یعنی اگر خواستهای پنج به اضافه یک رو بپذیرن باز تحریم ها بر جای خودش هست به گفته آقای خامنه ای؟ ببینید اولا اگر بخوان اون شرایطی رو که پنج به اضافه یک به امریکا داره تحمیل میکنه بپذیرن، معناش اینه که انقلاب تموم شده. ببین جمهوری اسلامی یکی از افتخاراتش این بود که مستقله، که کسی بهش نمیگه بشین یا بتمر این کار رو بکن و اون کار رو نکن. ببین این حکومت از روز اولش قولایی داد که تقریبا هیچ کدومش رو عمل نکرد و تنها وقتی باشین صحبت میکردی روی یک چیز فشار میآوردن، تکیه میکردن، میگفتن آقا ما بعد دموکراسی نساختیم، اقتصادمون خوب نیست، اما مستقلیم، ایران رو مستقل کردیم، اون بحث استقلال قدیمی خود ما. خب پس چرا مذاکره نمیکنن آقای امیر احمدی؟ اگر قراری که بگن به اون معنی که میگن مستقل هستیم، و اگر مطمئن هست آقای خامنه ای که اگر حتی دیکته بکنن و بپذیرن همه شرایط و باز تحریم ها به جا هست و باز این هست باز اون هست، چرا مذاکره میکنن؟ چرا ببینید آقای روحانی و آقای ظریف به نظر من رفتن پیشش و بهش گفتن ما میتونیم. متاسفانه آقای روحانی و آقای ظریف یک دید نیولیبرالی از امریکا دارن، اون دید به نظر من اشتباهی از امریکا و از نظام امریکا دارن. اینا فکر میکردن که امریکا اگه باشون چهار کلمه خوب حرف بزنی و سلام علیک بکنی و تلفن بزنی و دو مرتبه بهشون بگی حالت خوبه مسئله حله، یا مثلا برای اسرائیلیا یه دونه توییت بزنی و بگی که مثلا راش هاشانا مبارک باشه مسئله حله. اینا به عمق این مشکل توجه نداشتن و تازه داره دوزاریشون میفته که با مسئله ورای چه از کنم 2 میلیارد دلاری و 3 میلیارد دوزاری مال قدیم بود بفرمید. بله عرض کنم حضورتون که برحال میخوام بگم که اینا با این دید نیولیبرالیشون رفتن پیش آقای خامنه ای بهش یه قولایی دادن، بهشون گفتن که آقای خامنه ای ما ضمن این که غنی سازی رو حفظ میکنیم تحریم ها رو هم از بین میبریم، به ما اجازه میدی این کار رو بکنیم؟ خب خامنه ای گفت از این بهتر که نمیشه. این شما اول چه میشه کردیم به نظر شما آقای ظریف و آقای روحانی رفتن پلوی خامنه ای باید اطلاع خبری داشت که آیا واقعا رفتن همین طور گفتن یا نه؟ اجازه بدید من بپرسم از آقای رفتن رفتن شک نکنید که شرح مذاکرات رو که میگید قانع کردن آقای خامنه ای رو. پس چرا آقای دوشوکی شما پاسخ بفرمایید
اگر چنینه که آقای امیر احمدی میگه آقای خامنه ای بدبینیش و نومیدیش بجاست و به سود انقلابی است که او باور داره، یعنی خامنه ای، پس چرا دیگه مذاکره میکنه؟ چرا ادامه داره یه همچین بساطی آقای دوشوکی؟ این سوال خیلی به جایی است و توضیح خواهم داد. قبل از هر چیز منم موافقم با آقای دکتر امیر احمدی که بدبینی یا این نگرانی آقای خامنه ای بجاست و توضیح میدم چرا. گذشته از مسئله ایدئولوژیکی و جنگ با استکبار و انقلاب و غیره، اینجا یه نکته عملی هست و این اینه که تحریمایی که بر علیه ایران تصویب شدن 4-9 هستن. یکیش تحریم‌های دولت امریکا با به اصطلاح اگزیکیتیو اوردر یا دستور مستقیم رئیس جمهور، یکیش تحریم‌های که سنا و مجلس امریکا، مجلسین امریکا اونا رو تصویب کردن، سومی تحریم‌های اروپا است، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، و چهارمی تحریم‌های سازمان ملل هست. گیریم که سازمان ملل، همه کشورهای اروپایی، حتی خود دولت امریکایی بلافاصله بعد از امضا کردن برن تو آفیسشون تحریم‌ها رو لغو کنن. واقعیت اینه که کنگره امریکا این تحریم‌ها رو لغو نخواهد کرد. این یک حقیقتیه که همه میدونن، بلافاصله صورت نمیگیره. این حتی حد اکثر خوشبین باشین که همه اونها با هم جمع میشن جشن میگیرن لغو میکنن، کنگره این کار رو نخواهد کرد. و آقای خامنه‌ای میخواد که همه تحریم‌ها در یک مرحله لغو بشه، در نتیجه این عملی نیست، واقعا عملی نیست، اینو هر کسی هم میدونه. به همین دلیل ایشون حرفش درسته، ولی واقعیت اینه که برحال جمهوری اسلامی تصمیم خودشو باید بگیره. ما فازهای مختلفی رو در جمهوری اسلامی داریم، فازهای اصلاح. اما آقای دوشوکی، آقای خامنه‌ای نمیگه که اگر ما هرچی رو دیکته کنن میپذیریم ولی تحریم ها طول میکشه، اینو نمیگه، میگه تحریم ها رو بر نمیدارن به کل. خب منظور آقای خامنه‌ای اینه که این آقای خامنه‌ای ممکن ازش بپرسید بگی به ما مربوط نیست، ما وقتی میگیم امریکا با امریکا طرفیم، حالا یا دولت امریکا هست یا کنگره هست، اون مشکل داخلی خود اونهاست. اون چیزی که ما میخواییم اینه که این تحریم‌ها باید برداشته بشه. دولت اوباما به ما میگه که خیلی خوب، تحریم‌هایی که توسط دستورات اجرایی رئیس جمهور هست بلافاصله لغو میشه، ولی ما نمیتونیم کنگره رو وادار کنیم که لغو بشه. و شما مکانیزم داخلی سیاست امریکا رو میدونید که کنگره با دولت چگونه هست. در نتیجه این یک حقیقت اجتناب ناپذیر است که شما باید درک کنید. اون وقت اینا هم جواب میدن که خب شما هم بعد حقیقت اجتناب ناپذیر کشور ما رو درک کنید، ما هم اصولگرایانی داریم که مخالفن، میخوان همون بازی امریکا رو در بیارن که متاسفانه در ایران اینگونه نیست. این در ایران یک نفر تصمیم میگیره، در امریکا خود آقای اوباما یک نفر نیست که تصمیم میگیره، کنگره حتی مخالف آقای اوباما در خیلی از زمینه‌ها هست. در نتیجه وقتی آقای خامنه‌ای میگه تقریبا تحریم‌ها رو لغو نخواهند کرد، منظورش اینه که اون تحریم از اون سه مرجع، یعنی ریاست جمهوری، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، ممکنه بلافاصله لغو نشه، که حرفش هم شاید درست باشه، بستگی به اینکه مذاکرات چگونه انجام شده و چه قول و قرارهایی رد و بدل شده که واقعا ما نمیدونیم و نمیتونیم تحلیل کنیم. اما اونچرا که من میدونم و مطمئنم که آقای دکتر امیر احمدی هم بر اون سه خواهد گذشت، اینه که کنگره بلافاصله این تحریم‌ها رو لغو نخواهد کرد. کنگره یه فاصله زمانی میخواد و تا اونجایی که ما میدونیم خود مذاکره کنندگان 5+1 به ایران گفتن که بعضی از این تحریم‌ها بلافاصله لغو خواهد شد، بعضی از اونها مستلزم زمان به خصوصی خواهد بود که این زمان ممکنه در رابطه با بعضی از تحریم‌ها چند ماه و در رابطه با بعضی از تحریم‌های دیگه چند سال طول بکشه و این برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم به نتیجه‌ای برسند. آقای امیر احمدی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. این که تحریم‌ها درست طول می‌کشه از نظر قانونی که برداشته بشه یا هر چیز، اشاره کردم به درستی که آقای دوشوکی و حرف آقای پازوکی درسته، حرف بله آقای... اما یک نکته وجود داره. همین که صحبت این بشه که تحریم ها در مسیر لغو شدن هست، شما میدونی، آقای دوشوکی میدونه و بسیاری، شرکت ها معطل بروکراسی و کاغذبازی لغو تحریم ها نخواهند، شرکت های بین المللی اینطور نیست.
نه این همین الان که تحریم ها هست دور میزنن، تحریم ها قرار نیست لغو بشه. مثلا در زمانی که اگر پذیرفته بشه، اگر به توافق کامل برسن، به هر شکلی، نه خیر، عرض کنم که قرار نیست حتی بعد از توافق کامل، توافق جامع، امریکا داره نمیگه، آقای اوباما هرگز نگفته که تحریم ها رو لغو میکنه، حتی بخشی از اینا رو حتی لغو نمیکنه، اینا رو تعلیق میکنه. بله به تعلیق در میاد و بعد به تدریج لغو میشه. حرف من اون نیست. چرا؟ ببینید تحریم ها نه به تدریج لغو خواهد شد، پس از دوره‌ای که تعلیق که کاملا اطمینان بکنید پیدا بشه. حرف من این نیست. اجازه بفرمایید آقای امیرآبادی. حرف این نیست. حرف اینه اگر به توافق کامل برسن چه ضامنی وجود داره؟ اتفاقا باعث نگرانی آقای خامنه‌ای نباید باشه که میان و شرکت‌های اروپایی، آمریکایی که همین الان هم به طرقی تحریم‌ها رو دور می‌زنن معامله نکنن با ایران. خیلی سریع. اولا همین حرف رو ما یک سال چند ماه پیش می‌زدیم، وقتی که وقتی که ایران و امریکا در ژنو با هم یه قرارداد امضا کردن، همه میگفتن که دیگه تحریم ها تموم شده، آقای روحانی هم میگفت تموم شده، آقای ظریف هم میگفت تموم شده، کمپانی ها حالا میان. از این حرفا حتی یک کمپانی هم نرفت، یعنی هنوزم منتظرن که این کمپانی ها برن. ببین کمپانی ها اینقدر دیوونه نیستن که هرچی همینجوری پاشن برن، اینا جریمه های میلیاردی میشن. واقعیت اینه که اینجوری که شما میگید نیست. ببین آقای اوباما داره تحریم ها رو تعلیق میکنه، تعلیق. هیچ حکومت، هیچ کمپانی در چارچوب تعلیق به ایران نخواهد رفت. تعلیق یعنی که معلوم نیست فرداش چی میشه. مگه باید کمپانی باید دیوانه باشه بره ایران میلیاردها دلار سرمایه گذاری و پول ببره، بعد پس فردا آقای اوباما بگه نه خیر این تعلیق بود، یا کنگره بگه تعلیق بود، تعلیق تموم شده، برگشتیم به اولش. بنابراین هیچ کمپانی در چارچوب تعلیق نه در گذشته رفته نه در آینده به ایران خواهد رفت. این یک نکته است. آقای خامنه اینو میفهمه، با درستی هم میفهمه، میگه آقا میخوای با من یه معامله بکنی، تعلیق یعنی چی؟ آقای امیرحمدی تحریم ها که ابدی که نیست که، در صورتی که توافق انجام بشه این حالت تعلیق برای الالعبد که وجود نداره. خواست جمهوری اسلامی بسیار روشنه، روی میز گذاشته. آره. اینه که اجازه بفرمایید، اینه که ما تحریم ها رو یک جا میخوایم لغو کنیم، این خواستیست. این غیر ممکنه، این غیر ممکنه. خیلی خوب، پس بنابراین به جایی نمیرسن. حرف بر سر اینه که اگر به توافق کامل برسن، به نظر شما باز حرف آقای خامنه‌ای درسته؟ یعنی تحریم ها برقرار خواهد بود و باز جمهوری اسلامی چیزی به دست نمیاره؟ آره، هیچ کس خودشو دروغگو نمیکنه. آقای خامنه‌ای میگه من بدبینم، به امریکا با ما توافق نخواهد کرد. بنابراین آقای خامنه‌ای، شما آقای خامنه‌ای درست اینطور که توضیح میدید درست میگه آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده نهاییه و هیچ تصمیم گیرنده نهایی هم خودشو دروغگو نمیکنه. آقای خامنه‌ای گفته من نسبت به این مذاکرات بدبینم، امریکا هرگز با ما کنار نمیاد، هدفش خلع سلاح ماست، تحریما رو بر نخواهد داشت، همه اینا رو با آقای روحانی و ظریف. شما داری شما مگه نمیگید تحریما به حال تعلیق در میان و ظاهرا الالعبد؟ نه دارم عرض میکنم تعلیق، نه ملغا. ببین اینا شما دو تا رو با هم قاطی نکنید. ببین اصلا یک دنیا، یک دریا بین تعلیق و ملغا کردن فاصله است. من نمیدونم چرا شما این دو تا رو با هم قاطی میکنید. شما میگید حالت تعلیق در میاد و حالت تعلیق اجازه معامله با ایران رو نمیده. دخه هیچی، اصلا تعلیق هیچی ارزشی نداره. یک شاهی نمیارزه برای ایران. تعلیق هیچی. یعنی میخوام بگم که تعلیق همونه که مثل اینکه اینا برداشته نشده. تعلیق کاری فاصله بینشون نیست. یکیه. نه اشتباه میکنی. بین تعلیق و لغو کردن یک دنیا فاصله است، برای اینکه همونجوری که آقای پازوکی به درستی گفتن، این تحریم‌ها دست آقای اوباما که نیست که. بچه آقای اوباما یک سال نیم بیشتر وقت نداره، بعد دوره به اصطلاح تعلیق هم بیش از یک سال خواهد بود. بنابراین وقتی که به الغای این تحریم‌ها میرسه،
کنگره هست، یه رئیس جمهور دیگه هست که 100% از آقای اوباما دسترسی تره. سازمان ملل حتی دست نخورده، قطعنامه هاش اصلا حتی روش بحث نشده، قطعنامه های بسیار بسیار تندی توی سازمان ملل هستش. فقط ممکنه اروپایی ها تنها جایی هست که ایران میتونه یه ذره به اینا امیدوار باشه. تازه اونا هم اگر امریکا نخواد پا پیش بذاره جرأت ندارن وارد میدون بشن با ایران، برای که واقعا اینا به امریکا وابستن، حداقل تا الان وابستن. بنابراین میخوام بگم که این جریان به این سادگی نیست، بسیار مشکله. حالا چرا آقای خامنه‌ای وارد این مذاکرات شد با همه این بدبینی‌هاش و با همه این فکری که داره؟ حرف من خیلی ساده است. ببینید جمهوری اسلامی در این سی کوتاه بفهمم این حرف ساده در این 30 سال گذشته جمهوری اسلامی یه دونه استراتژی داشته در رابطه با امریکا، و اون استراتژی نه جنگ نه صلح. هر موقع کفه ترازو به سوی جنگ سنگین تر شده، جمهوری اسلامی آقای خامنه ای با دوستاش اومدن وسط و در واقع پیشنهاد صلح و کاهش تنش و اینا کردن. به محض اینکه کفه ترازو یه ذره به طرف صلح و تنش زدایی و اینا سنگین تر میشه، اینا دوباره میپرن به همون مثلا. نمیشه نتیجه گرفت خیلی کوتاه آره یا نه آقای امیر احمدی؟ آیا میشه نتیجه گرفت پس تا جمهوری اسلامی هست این حالت بر جا خواهد بود یا نه؟ شما چیز متوجه نشدم. میشه از حرف شما این نتیجه گرفت تا جمهوری اسلامی هست این حالت نه جنگ نه صلح با امریکا خواهد بود تا ابد؟ به نظر من تا ابد. ابد حالا هیچ حکومتی تا ابد به وجود نداره. ببین جمهوری اسلامی نمیتونه با ایران بجنگه، جمهوری اسلامی با ایران با امریکا نمیتونه بجنگه، جمهوری اسلامی با امریکا هم نمیتونه صلح بکنه. حالا من پس تو جمهوری اسلامی هست این حالت هست. اجازه بفرمایید، شاید اون بخش نخستتون که گفتید درست روشن‌تر از هست و واقعیت رو بازتاب میده که جمهوری اسلامی با ایران نمیتونه به جنگی، شاید در حال جنگ با ایران هم به نوعی هست. آقای دوشوکی عزیز، آقای خامنه ای نشونه های این جنگ این حیف و میل های چندین میلیارد دلاری است که به شکل صادرات ارز از ایران در اومده. آقای امیر احمدی، آقای خامنه ای حرفی زدن خیلی تأمل برانگیز و از اون حرفایی است که به قول روانشاد احمد شاملو، زمانی من این حرف از زبان ایشون شنیدم در مورد کسی میگفت، گفت این کاری که کرد باعث شد که من قاه قاه گریستم درباره اون کار اون. یعنی حرفی است که باعث قاه قاه گریستن میشه یا زار زار خندیدن. ببینید گفته که میراث شوم رژیم طاغوت این بوده که به سلفت خام رو صادر کرده، عبارت دیگه اقتصاد ایران وابسته به نفت طاغوت بوده که نفت خام تولید میکرده و نه فراورده های نفتی. من به تاریخچه نفت در دستکم 15 سال آخر نظام پیش از انقلاب بر نمی گردم. آقای امیر احمدی حتما در جریان هستن، شما آقای دوشوکی، که چه سیاست های نفتی در ایران بود، چه پالایشگاه های ایران در صدد بود در مناطق مختلف دنیا تأسیس کنه و نفت ایران رو تبدیل به فراورده های نفتی بکنه و به بازارهای جهان بفروشه، مثل خیلی از کشورها که الان چنین میکنن، مثل کویت و بقیه جا. این بحث به کنار، به طور کلی سیاست های نفتی گذشته و حرفی که محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران هم بارها زده بود که ما باید وقتی وارد قرن 21 میشیم دیگه به مرور از یک کشور وابسته به نفت خارج شده باشیم. خب ایران با نظام پیشین وارد قرن 21 نشد، انقلاب آمد در میونه راه. اینا تاریخ هست، روزی میپردازیم. اما 36 سال هست کشور دست آقای خامنه‌ای و روحانیت شیعه هست. توی این سالهای فرصت نبود. این این هستش که حالا آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، اما مانند این هست که کسی دزدی یا غیر دزدی شبانه وارد خونه کسی میشه و
آنچه که هست بر هم میریزه و میبره و میخوره و همه این کارها، و بعدن شاکیه بسیار با صدای بلنده که آقا این غذایی هم که ما تو آشپزخونه رفتیم خوردیم و اینا اونجا گذاشته شده بود چرا نمکش زیاد بود یا نمکش کم بود، به همون موسیقیست. تفسیر شما رو میشنویم. تفسیر من در مورد این غلط بود، فاصله کافی بود برای اینکه تغییر بدید آقای خامنه‌ای و بقیه کارشناسان نفت مثل حجت الاسلام علم الهدا، آقای رفسنجانی و بقیه علمای اعلی میتونستن تغییر بدن سیاست نفتی. نه بفرم. بله متاسفانه اون چی که آقای خامنه‌ای، واقعیت اینه که مخصوصا برای نسل جوان که خب اون موقع ها نبودن نمیدونن، لازمه که من یک دقیقه وقت صرف کنم، چون خود من در همون زمان مخالف رژیم شاه بودیم، امام خمینی رو تو ماه میدیدیم و فکر میکردیم که ایشون میاد همه چیز رو عوض میکنه، در صورتی که در زمان گذشته اتفاقا در اوپک این خود شاه بود که قیمت نفت رو بالا برد بعد از اون جنگ عرب که خب قیمت هم بالا رفته بود، اما بعد از اون این ابتکار شاه بود که قیمت نفت رو بالا برد. شاه هم بلند پروازی های زیادی میکرد و خیلی هم معتقدن به همین دلیل غرب با شاه دشمنی پیدا کرد و فکر کردن که شاه نسبت به اون جایگاهش داره خیلی فراتر و بزرگتر میره و به همین دلیل این مقدمات انقلاب سال 57 رو فراهم آوردن، که من نتیجه ای نمی کنم، چون من معتقدم انقلاب برحال نتیجه نارضایتی مردم بود. اما واقعیت اینه که اگر نظام عوض نمی شد، ایران امروز بزرگترین تولید کننده نفت بود با بیش از 10 میلیون بشکه، کما اینکه عربستان شده، و با توجه به جایگاه ایران میتونست تا بین 10 تا 12 میلیون بشکه در نفت تولید کنه، و در عرض این 36 سال اخیر اگر سیاست های درستی اهمال میشد، بقیده من ایران همون جایی بود امروز که کره جنوبی هست. و ما میدیدیم که در عرض این 36 سال متاسفانه کاروان کشورها، کاروان ملتها واقعا به سوی پیشرفت حرکت کردن و کشور ما به این صورت عقب موند. من یادم اوائل انقلاب بعد از اینکه سفارتخانه را گرفتن، یه عده شایعه کردن که روز و روزگاری ریگان گفته که من دلار رو 1000 تومن میکنن، همه آخونده گفتن این محاله، این خواب و خیاله، الان دلار شده 3500. منظورم اینه که متاسفانه این بیخردی اینها بود که با تحریک عراق و آغاز جنگ و ادامه جنگ بر علیه عراق و نابودی کامل ایران در تمامی زمینه ها، نه فقط در زمینه صنعت نفت بلکه در فرار مغزها. الان من وقتی نگاه میکنم صدها هزار ایرانی هست که در کشورهای مختلف رئیس و متخصص در زمینهای مختلف هستند، از جمله یکی از اونها مهمان گرامی شما در این برنامه هست، جناب آقای امیر حمدی. منظورم اینه که اینها ادعا میکنن، من یه بار که از دبی داشتم پرواز میکردم به سوی لندن، این هواپیما از شمال قطر رد میشه، شما از داخل هواپیما نگاه کنید میبینید چقدر چاهای گاز هست در تمام دور اطراف قطر، به خصوص قسمت شمالیش هزاران دکل گاز هست که اینها دارن گاز از میدان مشترک بین ایران و قطر رو استخراج میکنن. قطر شده یکی از بزرگ، قطری که اون موقع 700 هزار نفر جمعیت خود شهروندش بودن، حالا به علاوه 1-2 میلیون که دارن اونجا کار میکنن، کشوری که 1 میلیون کمتر داره و تمام دنیا رو داره روی دست خودش میچرخونه، حداقل تو اون منطقه. و وقتی میگم دنیا رو هم درسته، به همین دلیل ما میبینیم گروه های مثل القاعده یا این گروه داعش واقعا اینها از طریق قطر حمایت میشن، حتی داعشی های لیبی هم، و الان هم قطر اعتراض کرده که چرا مثلا مصر رفته به اونا حمله کرده. منظورم اینه که ببین ما چقدر بعد از این در عرض این 36 سال خرد و کوچک شدیم که کشوری مثل قطر نه تنها میتونه بر علیه ایران در زمینه های نفت و گاز ایران رو ببرین 77 میلیون در مقابل 700 هزار. خب این نشون میده که اینها دارن آدرس اشتباهی رو میدن. شاه دیکتاتور بود، دوران شاه
ظلم و ستم میشد، ولی واقعا به اون صورتی که اون موقع ما ادعا میکردیم نمیشد. الان اینا میخوان ردگم کنن، متاسفانه این کارا رو میکنن، ولی من فکر میکنم اکثریت قاطع مردم ایران میدونن که این یک گروه متاسفانه مافیایی هست که قدرت رو به دست گرفته. به همین دلیل کوچکترین اعتراض، کوچکترین سخنی رو بر نمیتابن. و کلام آخر اینه که نگاه کنید سرنوشت این رژیم به کجا رسیده، که معاون رئیس جمهورش رفت زندان، آقای رحیمی. کسایی هم که در اون زمان گفته بودن در این دولت فساد هست، به اونها گفته بودن شما دروغ میگید، همون قوه قضاییه که همون فاسد رو الان به زندان انداخته بود، افرادی رو که در مورد اینا اعتراض میکنن اونها رو هم به زندان انداختن. خود رئیس جمهور سابق آقای احمدی نژاد هم تحت رسیدگی هست به خاطر فسادها و کارایی کرده. رئیس جمهور قبل از اون، یعنی آقای خاتمی، اصلا ممنوع البیان، ممنوع الگزارش، ممنوع التصویر هست. رئیس جمهور قبل از ایشون، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، هم تحت فشار است و فرزندش هم به زودی میره زندان. منظورم اینه که این یک سیستم مافیایی که هر کسی بخواد با اونها مخالفت بکنه بلافاصله از دایره قدرت هست میشه و دچار مصیبت میشه. خب این سیستم رو آقای خامنه‌ای به وجود آورده، ولی باید مردم ایران، نکته اساسی اینه که مردم ایران باید خودشون رو آمادگی بکنن. جمهوری اسلامی حاضر نیست با دنیای متمدن و دنیای غرب سازش بکنه. نکته آخری هم اینه که جمهوری اسلامی الان در منطقه بخصوص داره موفقیت هایی که از نظر اونها موفقیتن دارن کسب میکنن. به عنوان مثال یمن دست جمهوری اسلامی افتاد، میخوان بحرین رو هم بگیرن، عراق هم دست نیفتاده، یمن باز به هر حال حوتیا بخش از یمن رو گرفته. منظور اینه که سه روز پیش هم جمهوری اسلامی حد اکثر کمک رو به هزاره های شیعه در افغانستان کرد و اونها هم پرچم حزب الله رو، پرچمی شبیه حزب الله رو برداشتن و گفتن که ما پنج وزیر در کابینه کم نیست، وزرای بیشتری میخوایم. این منظور اینه که جمهوری اسلامی بدون پروا و بدون، یعنی میتونه مردم خودش رو در داخل سرکوب کنه، ولی برای مردم بیرون، حالا میخواد افغانستان باشه، یمن، عراق، سوریه، لبنان، بحرین یا هر کجا، اینها رو باید تطمیع کنه و نمیتونه تهدید کنه مثل مردم. به همین دلیل بسیاری از کشورهای عربی و اسرائیل و حتی خود امریکا نگرانند که جمهوری اسلامی که الان تحت فشار هست و تحریم هست و امکانات مالی خیلی کمی داره، این گونه تونسته بلند پروازی بکنه در منطقه و کشورها رو به دست بگیره، وای به حال روزی که با غرب آشتی کنه و درآمد نفتیش هم بیشتر بشه. به همین دلیل اونها خیلی نگرانند. و برمیگردیم به اون نکته اول که متاسفانه جمهوری اسلامی با سیاست های خودش باعث نخواهد شد که تحریم ها برطرف بشه، سودش به جیب حزب الله و حوتی میره و دودش متاسفانه و دردش نصیب مردم ایران میشه سیاست های جمهوری اسلامی و نصیب مردم منطقه نفتریز خوزستان میشه به شکل گرد و غبار. آقای امیر احمدی، تا چه اندازه این نکاتی رو که اشاره کرد آقای دوشوکی، مثل این پولهایی که به خارج صادر میشه، آقای صادق لاریجانی اخیراً گفته 6500 میلیارد تومان دیگه، یکی از پرونده هایی است که یکی از افراد از بانک ها گرفته در دوران احمدی نژاد، همینطوری هر روز ابعادی هست. پرسش اینه که آقای خامنه ای مگر نه اینکه مسئول بلند پایه ترین هست در این 8 سالی که الان پرونده ها داره رو میشه، مگر نه اینکه آقای خامنه ای قاعدتا باید مواظب و نگهبان بیت المال بود؟ نقش آقای خامنه ای در این حیف و میل ها رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای امیر احمدی؟ بله، ببین، آقای خامنه ای میدونه که این مشکلاتی که برای اقتصاد پیش اومده و این فساد در واقع به یک شکلی باعث زنده موندن نظام هم هست، یعنی اینجوری نیست که فساد ایجاد میشه یه عده آدم فاسد اونجان که هدفشون نابودی رژیمه. اینا هدفشون نابودی رژیم نیست، اینا تصادفا میخوان به رژیم کمک کنن. آقای بابک زنجانی آدمی نبود که بخواد حکومت سرنگون کنه، که ضد رژیم که نیست که، ایشون یه بچه حزب اللهی بود، یواش یواش بزرگ شد در روشون، بهش گفتن که برو نفت برای ما بفروش، چون امریکا نمیذاره ما نفت بفروشیم، یه پولیشو تو بردار، یه کمیسیونی تو بردار، بقیه هم بده.
خب حالا تازه یه نفر هم نیستن، هزارها بابک زنجانی تو ایران هستن توی فیلدهای مختلف، حالا یکیش تو نفت، یکیش تو گاز، یکیش تو ساختمانه، یکی گاد خدا میدونه توی شکره، توی گوشت، تو همه جاشون هستن. اینا یه عده آدمایی هستن که هدفشون از دید جمهوری اسلامی نجات و حفظ نظامه. یعنی پس یکی از ارکان فساده، فساد مالی. نه میخوام بگم که این فساد به دلیل این ایجاد میشه که به اصطلاح سروایول، این زنده موندن حکومت وابسته میشه به یه عده‌ای که براش یه سری کارهای انجام بدن، چون این حکومت تو تحریمه، باید نفت بفروشه. بعد چجوری بخواد نفت بفروشه؟ یه بابک زنجانی پیدا میشه میگه من برات میفروشم، من 2 میلیارد دلارش برمیداره ولی 5 میلیارد دلار در مقابلش برمیگردونه به حکومت. یا اون یکی میاد میگه آقا من گوشت برات میخرم چون تو تحریم هستی، میره 1 میلیارد دلار گوشت میخره، 500 هزار دلارش برمیگردونه، 500 هزار دلارش میخوره. میخوام بگم که حالا فرض کنیم که اینا نباشن، حکومت باید چجوری زندگی کنه؟ نمیتونه زندگی کنه. یعنی در واقع چرا پس دستگیرشون میکنن؟ چرا روانه زندان میکنن؟ و افراد مفسد عملا شدن بخشی از نظام، یعنی شدن چیزی که نظام رو سر پا نگه میدارن. یعنی این نظام، این حکومت هم از فساد و از این فاسدین ضرر میبره و هم از اونا سود میبره. برای چه سود میبره؟ برای اینکه غیر با غیر از اینا کار نمیتونه بکنه. برای اینکه دو چه زندانشون میکنه آقای امیر احمدی؟ ببین مجبوره، برای اینکه افکار عمومی وجود داره، برای اینکه سر صدا هستش. خود آقای خامنه ای برگشت با آقای روحانی گفت آقا اینقدر دنبال این فساد نگرد، دنبال این فاسدین نرو، تو کار خودت رو بکن، سعی کن دیگه فساد نشه، اینقدر مته رو خشخاش نذار. چرا؟ آقای خامنه ای، برای اینکه آقای خامنه ای میدونه که در دولت قبلی اگر فساد شد برای این نیست که آقای احمدی نژاد فاسد بود و میخواست پول ایران رو همینجوری بده به این بابک ها و امثال هم برن بخورن، نه، برای اینکه آقای احمد نژاد چاره ای نداشت برای سروایو شدن برای زنده موندن حکومت به یه عده از این آدما پناه ببره. خمس و زکات بیت رهبری رو میداد یا نمیداد آقای؟ بله، خمس و زکات بیت رهبری رو میداد یا نمیداد؟ حالا من اونو نمیدونم. ببین من وارد اونجا آخه ببینید آخه نمیشه که یک وارد اون رهبری نه، یک شما که اطلاع داشتید از مذاکرات آقای روحانی با آقای خامنه ای، اما یک رهبری که نشسته اون بالا که نمیشه که بعد از 8 سال مطلع بشه از این دزدی ها و حیف و میل و فساد. شما میگین به یکی از ارکان حکومت تبدیل شده، در این ارکان حکومت آیا زینف هم هست بیت رهبری؟ رویترز 95 میلیارد دلار فقط یک قلم دارایی های زیر نگین آقای خامنه ای رو گزارش کرده. ببینیش مگه میشه که یاده ایم مثل آقای بابک زنجانی که 34 سالشه یا 40 سالشه این همه میدونی پول رد بدل کنه ولی تر نظام در سطح خیلی خیلی بالای نظام ندونن داره چه اتفاق میفته؟ این غیر ممکنه. وضعیت و زندگی این حکومت یک جوریه، باید یه کارهای برای اینکه اون وضعیت رو حفظ کنه یه کارهای انجام میشه که اون کارها حتما فساد ایجاد میکنه. و اون چیه؟ بازار سیاست. برای چی؟ اون چیه؟ نداشتن رابطه با دنیاست، تحریم بانکاست، تحریم نفت، تحریم همه چیز زندگیه. و اما اون چی که آقای موحدی کرمانی گفته آقای دوشوکی عزیز درباره دوران پس از آیت الله خامنه ای، دوران پس از آیت الله خامنه ای واقعا، چون الان صحبت انتخابات مجلس خبرگان هم هست، ایشون همین ادبیاتی که معمولا آقای خمینی پایشو گذاشت، یعنی از اساس آقای خمینی پایشو گذاشت در نطق اولیش در بهشت زهرا که همون ادبیات هم به کار برده که میبینیم بسیاری از انقلابیون حتی اونها که ظاهرا از حکومت جدا شدن باز این الفاظ رو به کار میبرن، الفاظی مانند مجلس خبرگان کنونی هیچ غلطی نمیتواند بکند. اما در دوران پس از آیت الله خامنه ای اشاره کردیم، نگرانی هست و این نگرانی آقای موحدی کرمانی آیا واقع بینانه است راجب تزلزلی که پس از آقای خامنه ای در حکومت ایران میبینه؟ آقای کرمانی ابراز نگرانی کرد. حالا من مطمئن نیستم که آیا دورانی بعد از دوران آقای خامنه ای خواهد بود یا نه.
اگر دوران کوتاهی هم باشه خب ایشون حق داره که نگران باشه، به خاطر اینکه خود این آخوندا برای مدت‌های طولانی به ما یاد داده بودن که من عربیشو نمیدونم، والملک یبقا مع الکفر لا یبقا مع الظلم، یعنی یک مملکت رو میشه با کفر نگه داشت اما با ظلم نگه نمیشه داشت. در جمهوری اسلامی ظلم و فساد و حتی نوعی کفریت هم قاطی شدن و اینا 36 سال تونستن با کشت و کشتار با سرکوب‌های بی‌رحمانه خودشون رو نگه دارن. همین چند ماه پیش بود که دست یک سارق خورده پا رو که کمتر از 1,000,000 تومان دزدیده بود دستشو قطع کردن، ولی خود دزدهای خودشون میلیاردها میدزدن و میرن زندان مثلا مثل آقای رحیمی. حالا کار ندارم، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی این هم باید بدونه که اگر در مورد مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها به نتیجه نرسن و اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمارتر و شکننده تری از این که هست بشه، این رژیم نگرانی های خودشو باید به این صورت فرمول بندی کنه توسط افرادی مثل موحدی کرمانی، مثل مصباح یزدی و آیت الله خاتمی و جنتی و غیره. به همین دلیل من معتقدم که بله، ایشون کاملا حرفش درسته، باید نگران باشن که بعد از آقای خامنه ای چه خواهد بود، ولی واقعیت اینه که مردم ایران هم تا آخر عمر نمیشه اونها را سرکوب کرد، نمیشه اونها را با ظلم و ستم این گونه نگه داشت. و همون گونه که من در ابتدای سخنانم گفتم، وقتی کاروان ملت ها به پیش رفتم، شما نگاه کنید مردم ایران، ما صادراتمون چی هست؟ در مورد این اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم. من واقعا شرم دارم جلوی تلویزیون بگم چه صادراتی ما میکنیم به دبی، به استانبول، به کوالالامپور. حتی الان هم این صادرات به اربیل کردستان عراق شروع شده. خب این مملکت که فقر و جمهوری اسلامی در کنار دروغ، تزویر، خوشسالی و قدسالی و الان هم این گرد و خاک یا به قول خودشون ریزگرد که همه جای ایران از سیستان تا خوزستان رو فرا گرفته، خب اینا نشون میده که این جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده. و اگر واقعا این مملکت مملکت امام زمان هست، باید اون الطاف، باید اون دست محبت امام زمان بر روی این مملکت کشیده بشه، نه اینکه ارزش پولیش 500 بار، یعنی 500% عزمخم 50,000% سقوط کنه، نه اینکه هر روز مصیبت های از زلزله و خوشسالی و ریزگرد. ما میبینیم که تو این مملکت هرچی مصیبت تو این مملکت هست و اینا هم این ادعای بزرگ رو دارن. به همین دلیل این شیوه و این روش اداره حکومت تا آخر عمر نخواهد بود و من فکر کنم در عرض چند ماه آینده، بخصوص در عرض سال 94، مردم ایران تکلیف خودشون رو با این رژیم مشخص خواهند کرد که به هر حال یا باید با اون بدبختی و فلاکت و گرانی و فقر وحشتناکی که در همه کشور هست و این فاصله طبقاتی عظیمی که داره ایجاد میشه با این زندگی کنن، یا اینکه قشرهای مختلف کما اینکه شروع کردن، قشرهای مثل کار طبقه کارگر، معلمین، کارمندان و دانشگاهیان که اعتراض کنن. و اعتراض در ابتدا هم لازم نیست سیاسی باشه برای تغییر رژیم. این مردم حق دارن برای معاش خودشون اعتراض کنن که من فکر کنم در سال 94 این اعتراضات شروع خواهد شد. خیلی کوتاه بفرمایید آقای امیرعمدی، وقتمون کوتاه است، که این نگرانی آقای موحدی کرمانی دوران پس از آقای خامنه‌ای. خب حتما نگرانی وجود داره و به درستی هم وجود داره، اما به نظر من به هر حال مشکل جمهوری اسلامی حضور یا غیاب آقای خامنه‌ای نیست. یک نظامیه که یک شکلی شکل به یک جوری فرم گرفته که باید مشکل اون حل شه و به هر حال حد مطمئنا بعد از آقای خامنه‌ای یه نفر رو میذارن جاش، مثل که میگه آقای خمینی وقتی که فوت کرد یکی رو گذاشتن جاش، الان هم همون اتفاق خواهد افتاد. اما وضعیت الان برای حکومت یک جوریه که بسیار با اون زمان متفاوته و بنابراین این جانشینی به این گذار مرحله بعدی آسون نخواهد بود و دچار
آسیب‌های زیادی حکومت را خواهد کرد. و مشکل عمده‌ای که این روزها در ایران هست آقای دوشوکی، مسئله خوشبختانه بارون اومده یک مقدار این مسئله کاهش پیدا کرد، مسئله طوفان شن خوزستان هست. حکومت ایران آیا اصلا ناتوانی است که اقدام متکی بر برنامه نداره برای جلوگیری از این مسئله، یا اینکه واقعا خیلی ها معتقدن در حکومت ایران چون مردم دچار گناهی مرتکب شدن مثل زلزله بم به گفته های جنتی یه همچین مصیبت های نازل میشه؟ بله من ببینید، خب این طوفان ها بخشش تقصیر دولت، بخشش هم تقصیر دولت یا حکومت نیست، ولی اجازه بدید من یک مثال خیلی کوتاهی رو شروع کنم از شهر خودم. حدود بیش از 40 سال پیش، چابهار مثل یک قسمتی از چابهار مثل یک خلیج میمونه که در اون زمان شنزارهای بزرگی بودند، یعنی هر موقع طوفان یا باد شمال میومد این شنزارها شنا را می آوردن داخل شهر چابهار که خیلی کوچک بود. در دوران شاه اداره جنگلداری اومد درخت کاشت، یعنی درخت های خیلی زیاد بیابان رو کاشتن و این مسئله حل شد. الان جمهوری اسلامی در کارهایی که میتونست بکنه و نکرده اینه، همین کاشتن این درخت ها که جلوی این شنهای روان رو میگیرن و تا حدی این معضل حل میشه. مسئله طالاب ها، مسئله دریاچه ها، مسئله رودخانه ها، جمهوری اسلامی به اینها نرسید. شب و روز تو تلویزیون الان هم که ادعا میکنن بزرگترین موشک ها را ساخت، این از نظر دفاعی این اقتدار خودشونه که بقیده من اونا هم دروغه. این دستگاه ها رو میخرن از روسیه و چین و کره شمالی، رنگ میزنن به اسم خودشون میذارن. خود شما که اگه اینقدر از نظر علمی پیشرفته هستید و آقای خامنه‌ای میگه که علتی که دنیا با ما داره حسودی رقابت میکنه و دشمنی میکنه، حسودیش این میشه به پیشرفت های علمی ما. شما اگه پیشرفت علمی داشتید که همون جانماز و مهر و اینا را هم از چین نمی خریدید، اگه پیشرفت علمی داشتید واقعا می رفتید به جای این همه موشک و زیر دریای و غیره تو همون مناطق خوزستان و غیره این درخت ها رو می کاشتید، کاری که بقیه دنیا کردن و جلوی این ریزگرد ها رو می گیره. در نتیجه من واقعا نمیدونم شما، من کلام آخرم اینه که اینقدر این رژیم جمهوری اسلامی میخواد اقتدار علمی، اقتدار نظامی خودش رو به دنیا نشون میده، تبلیغات بسیار وسیع توسط این رژیم صورت میگیره، اینقدر وسیع که مردم هم باورشون شده که ما پیشرفت‌های وسیعی داشتیم، یا وگرنه متاسفانه جمهوری اسلامی گفتم در عرض این 36 سال در اون مملکت واقعا سنگ ها رو بستند و سگ ها رو آزاد گذاشتند. به همین دلیل ما به اینجا رسیدیم که به کدوم مشکل بپردازیم، مشکل خوشسالی، مشکل ریزگردها، مشکل طوفان ها، مشکل زلزله. حالا زلزله ممکنه یک مسئله خدادادی باشه، طبیعی باشه، ولی دولت باید این امکانات رو فراهم بکنه که آمادگی داشته باشه. در نتیجه من معتقدم که نه، به هر حال این رژیم در تمامی زمینه‌ها متاسفانه شکست خورده و به همین دلیل آقای موحدی کرمانی نگران هست که بعد از آیت الله خامنه‌ای چه خواهد اتفاق، چون واقعا کسی نیست، اینا کسی دیگه رو ندارن. این به جایی که امروز ما رسیدیم 20 سال تمام 30 سال سرکوب و سیاست های اقتدار مدارانه سپاه بوده که تونسته آقای خامنه اینجا نگه داره، ایشون وقتی رفتن اون جنگ داخلی آغاز خواهد شد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس بسیار از شما آقای دوشوکی گرامی و سپاس بسیار از شما آقای امیر احمدی عزیز در نیوجرسی سپاسگزار هستیم. به پایان تفسیر خبر میرسیم. این شماره از تفسیر خبر با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران تفتان، دراک، آسماری،
الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. We'll be right back.